روسیه برای مهاجران مهنتی گرفتن پتنت مشکل خواهد شد. حکومت تاجیکستان برای احیای عبادتگاه زردشتیان $1,000,000 صرف نمود. در کالینینگراد گروه مهاجران مهنتی را در تروریسم متهم نمودند. چطوری که آژانسی اطلاعاتی اوستا اطلاع می‌دهد، وزارت مهنتی فدراسیون روسیه لایحه قانون برای مهاجران مهنتی از کشورهای بدون روادید بوده تیار خواهد کرد که طبق لایحه مذکور من بعد گرفتن پتنت برای کار و فعالیت مشکل خواهد شد. بنابر اطلاع روسیسکای گازتا، سند مذکور برای محاکمه عمومی در پورتال فدرالی اکت‌های حقوقی معیاری جایگیر شده است. امروز محدودیت یگانه برای کار و فعالیت مهاجران مهنتی در روسیه این نرخ پتنت می باشد. اگر در منطقه بگویند که به مهاجران مهنتی احتیاج ندارند، نرخ آن چنان بالا می رود که حتی پرداخت آن به مهاجران مهنتی مشکل می شود. گراسون عدل پا گورد انگارسکو نی پرینیمالی دکومنت نا پتنت. اگر به قوه کاری احتیاج پیدا کنند، نرخ آن پایین خواهد رفت. در وزارت مهنت ابراز نمودند که چنین مکانیزمی محدود کنی کفایت نمی کند و مکانیزمی نو را پیشنهاد نمودند. به منطقه ها حقوقی تشکیل نمودنی رویخط اختصاص را می دهند که بنابر آن مهاجران مهنتی می توانند با پتنت کار و فعالیت نمایند. اگر شهروند خارجی به اختصاصی که در رویخط گذاشته شده است صاحب نباشد، گرفتن پتنت غیر امکان می شود. حکومت تاجیکستان در شهر استرافشان برای بنیاد عبادتگاه آتش پرستان از بودجه دولت $1,000,000 صرف نمود. متخصص آید به آثارهای تاریخی شعبه مدنیتی شهر استرافشان برادبای جمعیف با خبرنگاران آیدی قرار مذکور چنین شرح داد. چنین امارت دینی زردشتی از عصر 5 تا میلاد باقی مونده است. در تپه موقعی که در زمان قدیم قرارگاه حاکمی محلی جایگیر می شد. از آن دور تا به امروز غیر از ویرانه های عبادتگاه آریایی ها باز دروازه و گنبز با دو میناره باقی مونده است، گفت او. برای تعمیر قلعه از بودجه دولت $1,000,000 جدا شده است. مبلغی جدا شده به کارهای تعمیر کفایت نکرد و حکومت محلی برای به اتمام رسانیدن کارهای تعمیری کمک مالیوی صاحبکاران را جلب نمود. من برانوف جمشید از فیرمی منارا 2014. به اتمام رسانیدن کارهای بنیادشوی قلعه به روز وحدت ملی سنه 27 ایون به نقشه گرفته شده است. نوی اجدادی بنامه شما. یادرس میکنیم که رحمان یک چند مراتبه درباره دینی زردشتی سخنهای پسندآمیز ابراز نموده بود و با این دینی زردشتی این دینی قدیمی تاجیکان است، گویان چنین فکر را پیش میبرد. روزی نوروزی و خوشبختی و آسمان. فیسبی روسیه آیدی دستگیرشوی مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی در شهر کالینینگراد و اتهامی آنها در تروریسم حساباتی را پیشنهاد نمود. طبق بیانات خدمات قدرتی گروه مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی، با جلب نمودن انسانها به صف گروه شورشگران سوریه مشغول بودند. معین شد که دو نفر از دستگیر شدگان با واسطه شبکه های اجتماعی پوشیده به مانند مسنجر و تلگرام با نمایندگان شورشگران در کشور سوریه علاقه را براه ماندند. اینچنین ساکنان شهر کالینینگراد را و شهروندان آسیای مرکزی را برای در فعالیت جماعت توحید و جهاد اشتراک ورزیدن تبلیغ می نمودند، گفته شده است در پیام فسب. طبق اطلاع سامانه اگانیه نقطه‌رو، فسب روسیه در شرایط کمپانی کلانی راسکام نادزور آید قطع فعالیت تلگرام در روسیه زود زود دستگیر شوی گمان بر شدگان را در گروه های مسلح حسابات های را نشر کرده استاده است و گویا آنها برای علاقه اینان مسنجری مذکور را استفاده می برند. یادرس میکنیم که سالهای اخیر خدمات های مخصوصی روسیه مکانیزم پرونده های جنایی بافته شده نسبت مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی براه ماندند. خصوصا ماهای آخیر چنین حسابات ها آید عملیات دستگیر شوی از طرف خدمات های قدرتی در شهر یمل
Доғистон ва Тотористон, дар вилоятҳои Омск, Ульяновск ва Ярославск, инчунин дар Ставрополск нашр гардид. Мутахассисон бар он ақиданд ки фаъолшавии парвандаҳои бофташуда эҳтимол аст ки бо хоҳиши Кремл вобаста буда. Барои эътибори мардумро аз фаъолшавии эътирозӣ ба сӯи дигар нигаронидан равона карда шудааст, ки аксарияти рӯзҳо ба он омехта мешаванд. Deep!